دوستان قبلا بهتون گفتم که توی کانتریبیوتور وقتی میرید وردپرس این عکس شما رو از کجا گرفته؟ من یک بار توی گراواتار اسم وبسایتی هستش که وردپرس این عکس رو از شما میگیره، خود پروفایل وردپرس شما اسمش هست گراواتار و شما عکساتون رو اونجا آپلود میکنید، لینک هایی که درست میکنید اونجا آپلود میکنید. فردا پس فردایی که اگر اومدید یه وبسایتی درست کردید، وردپرس ایمیلی که شما وبسایتتون رو باش درست کردید رو برمی‌داره، عکستون از اونجا میگیره و لینک خوبیه. اگه برید داخل gravatar.com میبینید که این بالا wordpress.com رو هم زده. gravatar میاد thumbnails یا آواتاری رو از صورت شما درست میکنه که همه جا میتونید استفاده بکنید. این سایت های مثل گیت هاب میتونید استفاده بکنید، استک اورفلو که خیلی وبسایت معروفی است، خیلی از آدما مشکل در مورد نرم افزار دارن میان اینجا مطرح میکنن، و این وبسایت های دیگه که خیلی معروفش گیت هاب، استک اورفلو و وردپرس است. اگر من بیام ساین بکنم، اون ایمیلی که من اسوسییتش کردم با این یا بهش وصلش کردم با پسوردم که الان یادم نمیاد ساینینگ میکنم، البته من پسوردم یادم همیشه، با وجود یه نرم افزاری که اپل داره، البته من از این نرم افزار خیلی استفاده میکنم، توی سفری خیلی جواب میده. اسمش هم هست، اینجا عکس کلید هست، نگاه بکنید، کی چین اکسس. خب اینجا میبینید که ایمیل منو زده و زده پرایمری و بعد پرایمری آدرس، don't use image و check this avatar link. الان اگه من بیام داخل این پروفایل و بخوام این عکس رو عوض بکنم، میبینید که این اسمم، فول نیممه، لوکیشنم مثلا میزنم لندن، مثلا UK، about me اضافهش نکردم، البته اضافهش میکنم الان، و بعد اینجا میبینید که فوتو گالری داریم. فوتو گالری رو اگر من بزنم اینجا چی کار میکنه؟ میگه add new image. بذارید ما برگردیم به my avatar. اگر من برم اینجا روی این add image کلیک بکنم که الان اینجا the primary address, don't use this image, check this avatar، این رو بزنم، میبینید که avatar رو اینجا نشون میده که ایمیل رو اینجوری هش کرده، یعنی encryptش کرده، و این آدرسی هستش که وقتی شما کپی کنید بیاید اینجا پیستش بکنید چی رو نشون میده؟ عکس شما رو نشون میده. پس از این آدرس داره استفاده میکنه که کسی نتونه استفاده بکنه. حالا من اگر برم پروفایل رو بزنم، اینجا البته عوض شده یه مقدار، بخاطر همونه من الان دارم گیج میزنم، ولی خب فوتو گالری بزنید، یه دونه ایمیج جدید ما اضافه میکنیم، چوز فایل رو میزنیم، میریم، من یه ایمیجی دارم داخل و دسکتاپم که این رو آپلودش میکنم، یه مقدار طول میکشه، میتونید یه مقدار صبر بکنید تا این آپلود بشه. اگر یه مقدار دیگه طول بکشه من ویدیو رو استاپ میکنم. ایمیج رو آپلود کرد و اینجا میبینید که ایمیج اضافه شده و خب میتونید روی این ایمیج کلیک بکنید، میبینید که چیکار میکنه، دیلیت میکنه ایمیج رو. پس ادیت میتونید اینجا انجام بدید و بعد میتونید اینجا عکس اضافه بکنید. حالا ما اینجا میتونید وبسایت هاتون رو که بهش اسوسییت دارید، حالا من یه وبسایت دیگه اضافه میکنم، مثلا http://www.forsclick.net یا میبینید که سیو وبسایت رو میزنم، میبینید که اضافه میکنیم بالا. بک‌گراند رو میزنید، میبینید که بک‌گراند کالر بهش اضافه میکنه. بک‌گراند کالری که من مثلا میزنم 8000، سیو بک‌گراند و نگاه بکنید بک‌گراندم عوض میشه چون خودم خواستم. کانتکت اینفورمیشن، وریفاید سرویس، و اینجا تمام پروفایل شما رو میتونید اینجا ببینید و ویو پروفایل رو بزنید، ببینید که عکس رو اینجا داره میده، وبسایت هایی که من دارم رو اینجا میزنه که منو میبره به این وبسایت مثلا، و میتونید اینجا ببینید که چه چیزهایی رو بلدید. مثلا حالا بذارید ما این edit profile رو بزنیم، برگردیم اینجا، بریم photo gallery، همون عکسی رو که داشتیم ما یه بار دیگه آپلودش بکنیم. دیدید که ما عکس رو رفتیم کجا؟ my profile و اینجا photo gallery رو اینجا چیز کردیم، ولی خب این gravatar ما نیست. همونجور که دیدید ما عکسی که
آپلود میکنم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی شما باید کجا برید؟ ما گراویتار رو بزنید، اینجا یه دکمه هست که زیاد به چشمتون نمیاد ولی نوشته add new گراویتار، و اینجا my computer hard drive رو اگر من بزنم و این عکس رو دوباره انتخاب بکنم، next رو بزنم، یه مقدار طول میکشه که این آپلود بشه دوباره. خب مثلا این عکس رو آپلود کردیم، حالا میگه کراپش کنید، من میخوام کوچکترش بکنم و از اینجا هم یه مقدار کوچکتر بکنم تا به اینجا برسه، البته یه مقدارم اینورتر. خب فکر نمی کنم اینجوری بهتره که یه مقدارم درختام علام شه. و نگاه بکنید اینجا بزرگش میکنه، اینجا همونجوری که کلن بود بزرگ میکنه، اینجا تا اونجا که شما بخواید کوچیکش میکنه. حالا ما دوباره این با اون دوگما کار کردیم که شما ببینید و این کلن عکس رو میدازه وسط. و الان وقتی که کراپ کردید، کراپ و فینیش رو میزنید، میاد برای شما گراویتار رو درست میکنه. اینجا میاد چیکار میکنید؟ ریت میدید بهش. مثلا X اگر بدید، اونایی که بالای 18 هستن میتونن نگاه بکنن، اینجا بالای 16 و PG اینا چیزهایی هست که پشت فیلم ها دیدید، ولی خب من اینجا G رو بزنم، این ریت رو میخوام بدم و الان گراویتار هم عوض شد. و اینجا اگر ما بریم ریفرش بزنیم الان یه مقدار طول میکشه تا گراویتار ما کلن از سیستم در بیاره و به اونجا اضافه بشه، ولی دیدید که گراویتار رو اینجوری میتونید عوض بکنید و اینجا لینک بکنید. لینکش رو اینجا نشون میده، چکلیست گراویتار، و اینجا میبینید که چند تا میتونید گراویتار رو اضافه بکنید و هر کدوم که دلتون خواست استفاده بکنید. پس پروفایلتون رو بیاید اینجا کامل بکنید، وبسایت هایی که بهش اسوسییت هستید، بک‌گراند کالر، کانتکت اینفورمیشن و تمام اون سرویس هایی که وریفای هستید یا ثبت کردید میتونید ازش استفاده بکنید رو اضافه بکنید، که چیز خوبی است در آینده اونایی که با وردپرس میخوان کار بکنن به نفعشونه، به دردشون میخوره.